درود به همراهان خوب کانال برانداز. امروز یکی از نحس‌ترین روزهای تاریخ ایران و حتی جهانه. 85 سال قبل شیطان یکی از فرزندانش رو به زمین فرستاد. سید علی خامنه‌ای توسط مادری که هیچ شناختی از حجاب نداشت و به وسیله شیطان حامله شده بود، متولد شد تا راه برادر بزرگترش یعنی روح الله خمینی رو برای نابودی و سیاهی ایران و جهان در پیش بگیره. شیطان زاده جمهوری اسلامی حتی روزی که قلبش داشت از حرکت می‌ایستاد، قلب یک ایرانی رو از سینه بیرون کشید، با هلیکوپتر از شیراز به تهران منتقل کرد و به خودش پیوند زد. فرزند شیطان برای نفوذ به ایران از پوشش و لباس تزویر و ریا، یعنی لباس روحانیت، استفاده کرد و هر فرشته‌ای رو که سر راهش قرار می‌گرفت به قتل می‌رسوند. فرشته‌هایی مثل ستار بهشتی، روح الله زم، نوید افگاری، مهسا امینی، محمد حسینی، مهدی کرمی، نیکا کیان، محسن و حمیدرضا در راه مبارزه با فرزند شیطان زندگیشون رو فدا کردند. امروز شیطان در قعر جهنم تولد 85 سالگی فرزندش رو در ایران در حالی جشن گرفت که همه نگرانیش این بود که آیا فرزندش به سالروز 86 سالگی میرسه یا فرشته‌های ایرانی دوباره اونو به جهنم برمیگردونن. از طرف خودم و تیم برانداز و همه همراهان این کانال قول میدم که امسال آخرین سال نفوذ شیطان و اقامتش در بهشتی به اسم ایران باشه. ازتون میخوام تا با لایک و کامنتاتون کمک کنید تا عده بیشتری این پیاممون رو ببینن و بهش ایمان بیارن. پاینده ایران. اما توی همین روز نس، یه مرد ایرانی برای مبارزه با شیطان 85 ساله جمهوری اسلامی به اسرائیل سفر کرد. سفری که یک نکته خیلی خیلی مهم رو اثبات کرد. اینکه جامعه ایرانی دیگه اون جامعه زمان رضا شاه هم نیست. اکانت بامداد اعتماد با اشاره به اهمیت فوق‌العاده زیاد این سفر نوشت: سفر امروز شاهزاده رضا پهلوی به اسرائیل اتفاق مهمی است. 4 دهه قبل اسرائیل در ایران سفارت داشت. میان دو کشور روابط گسترده سیاسی اقتصادی برقرار بود، اما فشار افکار عمومی نمیگذاشت که شاه به اسرائیل سفر کند. سفر امروز بیش از هر چیز دیگری نشان می‌دهد که مرکز ثقل فضای سیاسی در ایران چقدر تغییر کرده است. این سفر اما بیشتر از هر چیزی باعث وحشت خامنه‌ای شد، تا حدی که به همه مزدورا و سخنگوهاش دستور داد تا اجازه هیچ گونه اظهار نظری درباره این سفر رو ندارن. کنعانی با پاسخی که به سوال خبرنگار درباره این سفر داد، سیل کامنت‌ها و پیام‌های منفی مردم ایران رو به سمت خودش جلب کرد. قدم شخصی رو که نام بردید، نه خودش، نه اصل سفرش و نه جایی که میخواد سفر بکنه ارزشی نداره که من از این تریبون در ارتباط با اون اعلام موضع بکنم. در حال حاضر زنان ایرانی با نافرمانی های مدنیشون دارن از مبارزات شاهزاده برای براندازی جمهوری اسلامی حمایت میکنن، مخصوصا بعد از صحبت ها و تهدید های رادان که گفته بود با دختران آزادپوش به شدت برخورد خواهد شد. این صحبت‌ها باعث شده تا بی‌حجابی و رقصیدن دخترهای آزادپوش ایرانی در مکان‌های عمومی تبدیل به یکی از مهمترین نافرمانی‌های مدنی در سرتاسر کشور بشه. نافرمانی‌هایی که فراگیر شدن هرچه بیشترش می‌تونه ضربه‌های مهلک‌تری رو به رژیم آخوندی و تابوهایی که در طول این 40 سال ساخته شده وارد کنه. امروز هم جمعی از دختران آزادپوش در یکی از پارک‌های تهران به این صورت که مشاهده می‌کنید با رقص و شادی اعتراضشون رو به قوانین زنستیز حکومت آخوندی به نمایش گذاشتن. نافرمانی‌های مدنی زنان ایرانی داره به طرز چشمگیری فراگیر میشه و به زودی میرسه اون روزی که هیچ کدوم از دوربین‌های حکومت آخوندی توانایی ثبت چهره میلیون‌ها دختر آزادپوش رو نخواهد داشت. دخترهایی که بعد از کنار زدن قانونی که حتی آزادی پوشش رو ازشون گرفته، دیگه تن به هیچ قانون اجباری نخواهند داد. اینم دخترای خوشگل شهر من، شاهین شهر. ببین دخترای زیبای ما نه به حجاب اجباری. اعتراض مدنی 28 فروردین 1402 پیاده روی تهران. زن زندگی آزادی.
در حال حاضر وضعیت جوریه که بی‌شرافت‌ها همه طرفدار جمهوری اسلامی هن و اونایی که شرافت دارن و کارهای خیریه میکنن از جمهوری اسلامی و هر چیزی که باعث قدرت گرفتنش میشه بیزارن. یه کار قشنگ که این دوستمون انجام دادن آب کلی آب آشامیدن رو گذاشتن اسم ابوالفضل و عباس و عباس بیدست و عباس یه دست نذاشتن با نقاشی کوروش کبیر و آرامگاه کوروش و شعر قشنگی که نوشتن خیلی عالیه. دلیل حمله های سریالی و شیمیایی به مدارس مخصوصا مدارس دخترانه هم فقط اینه که جمهوری اسلامی و همه مسئولین و طرفدارانش که اکثرا پا به سن گذاشته هستن و به اصطلاح بهشون نسل قدیم گفته میشه بدجوری از هوشیاری و شجاعت نسل جدید ایران وحشت کردن. به قول یه شیر دختر ایرانی انتقام مردم ایران قطعا خیلی کلفته. موی دخترانمون اذیتتون میکنه، نمیتونید ببینید ولی میتونید بچه های کارو در گوشه های خیابون ببینید. بیهجابی در اسلام و قرآنتون گناهه، ولی از گشنگی مردن تو اسلام و قرآنتون گناه نیست. دزدا و قاتلین فرار میکنن، نمیتونید شناسایی کنید، ولی بچه های ما که از ترس شما با صورت پوشیده میان تو خیابون، خواهان عدالت و برابری هستن، دادخواه خونهای ریخته شده هستن، خواهان سرنگونی حکومت مافیایی جمهوری اسلامی هستن، در عرض 24 ساعت توسط شما قاتلین شناسایی میشن و به شکنجگاه های آخوندی منتقل میشن. ننگ بر شما که در این 44 سال تنها هنرتون بدبخت کردن مردم بوده. به قول توماج صالحی، گذر ظالم به دادگاه مظلوم میفته، چوب انتقام کلفته. وریا غفوری کاپیتان سابق استقلال هم برای کمک به دانش آموزان ایرانی وارد عمل شد. فوتبالیست محبوب ایرانی نوشت با گذشت 4 ماه از شروع مسمومیت‌های سریالی دانش آموزان هنوز منشأ این فجایع معرفی و شناسایی نشدند. آنچه بسیار تأسف برانگیز به نظر می آید ناتوانی موجود نسبت به بازداشت عوامل این جنایت است. لعنت خدا و نفرین مردم بر کسانی که با اهمال و کمکاری باعث شدند این فجایع ادامه داشته باشند. در نهایت هم میخوام اینو بگم که 2 راه بیشتر نداریم، یا مبارزه و در نهایت پیروزی، یا سکوت و در نهایت نابودی. امروز 28/1/1402، یک ماه دنبال این قطره چشم هستم، در شهر بزرگ مشهد پیدا نمی کنم. به همه داروخانه ها سر زدم. یکی از داروخانه ها با یک لبخند تلخ میگه برو از ترکیه بخر. پدر من اگه این قطره رو مصرف نکنه بینایی چشمش مختل میشه و احتمالاً نیاز به عمل جراحی پیدا میکنه. این قطره اگه گیرم بیاد قیمتش 200,000 تومان اگه تا الان بالا نرفته باشه. دکترام گفتن از مدل مشابه ایرانیش به دلیل کیفیت پایین استفاده نکنید. پرسش من اینه، اصلا آیا قشر محروم توانایی رفتن به چشم پزشکی با این هزینه‌های سرسام‌آور رو داره؟ بماند که قیمت دارو چنده؟ چون محرومین باید کور بشیم، جوونا باید تو خیابون کور بشن، پیرا و مسنا با نبود دارو، بچه‌ها هم با مسمومیت، بقیه هم لابد با گرونی. این نظام ریشه ما رو داره میزنه مردم، اصلا نقشه همینه، نقشه این ریزه ریزه ما رو از بین ببره.